راجع به طالبان دو جریان انحرافی وجود داره، یکی کسای طالبان دارن تطهیر میکنن، یکی کسایی که دیگه دارن دروغ میبندن. هر دو تاش اشتباه. طالبان جنایت ها داشته، منم نه خوشم میاد نه ارادتی دارم. من که شیعه آقا جعفر ابن محمد آقا امام صادق هم شیعه جعفری هم مکتبم مشخصه، اندیشه های اونا رو قبول ندارم، دوگماتیزم حاکم بر اونجا رو قبول ندارم، اما این دلیل نمیشه دروغ بگیم که تحلیل غلط کنیم. در ثانی طالبان الان و طالبان 16-17 سال پیش تفاوت‌هایی داره. طالبان الان یک دست‌تر شده، قبلا اقوام مختلف کل دنیا تو اینا بودن، الان تقریبا میتونم بگم همه افغانستانی هم گرایشات شاخه های اونا مال قدیم، اینا مثلا اطلاعاتشون بندگون خدا ماده 20 سال پیشه آپدیت نکردن، اگرم باشه اسم اده و اده نداره. مثلا زمانی که ملا عمر مرد همه امنیت افغانستان، اطلاعات افغانستان، دولت افغانستان به همراه آمریکا اومدن یه گروه درست کردن، طالبان انشعاب ایجاد کردن به اسم معاذ فعادی فدایی طالبان. الان دارن فیلماشو میدن بیرون، مینی مال چند سال پیشه، الان دارن میدن بیرون. بسیار از این فیلمایی که دارن مینی مال قبله، مردم سر در نمیارن دیگه، الان دارن میدن بیرون. که نگفتن ما هم با خدمت شما عرض کنم طالبان میجنگیم، هم با آمریکا میجنگیم، هم نمیدونم فلان. آقا طالبان ریخ نارو شاخه بزرگتر اصلا حزمشون که تموش رفتن فاتحشون خوندش اسم نه واقعا الارض وجود ندارن. حالا فردا یکی میاد اینجا مینویسه که نه یک گروهی هست در یالقوزآباد سفلای افغانستان، اینا رو عرضه میکنم و این مسئله دیگه. در ثانی نه من دیشب پریشب هم گفتم من نمیدونم چرا یه عده خودشونو به تجاهل میزنن منصف باشن. من همین دیشب داشتم میگفتم، گفتم شما نگاه کنید میبینید از بین ماموستاهای شافعی مخالفت آنچنانی شما نمیبینید، درسته؟ این به فقه و مکتب کلامیشون برمیگرده، تأثیر داره. اما از سوی حنفی ها چرا؟ ممکن اتفاق بیفته. پس من خودم دارم این رو خطر میکنم. پریشب بنده نگفتم، گفتم من باید مراقب طالبان بود. چرا؟ آیا ممکنه حنفی ها از مکتب کلامی ماتوریدی سلفی هم بشون؟ بله. حالا 400 سال پیش شاخه‌ای داشتن، اونا رو ول کن. انتزاعی حرف نزن. علالعت. بله ممکنه بشون. باید چیکار کرد؟ باید مدیریت کرد، باید دقت کرد. و اینم به شما بگم، فکر نکنید الان آخه یه بحثای مطرح میشه میگن آخه اینا الان که به خاطر ایران راضی نگه دارن دارن با این شیعه ها این کار با. آخه مزخرف کم بگی تو رو قرآن. اینا بخوان کسی رو راضی نگه دارن باید عربا راضی نگه دارن که ازشون پول بگیرن. اینا اگه از همین روز اولش میگن شیعه کشی مثل داعش، از توییتاهای ژاپن سرازیر میشد اونجا تا پول عربستان سعودی. همین بیشرف ژاپونیا در جریان باشید، سفارت ما توی هند رفت یه ماشین تو هند تویتا خرید، ندادن یه ماشین یه سفارت خونه بره بخره. تویتاهای ژاپنی میومد امارات، از امارات فرستاده میشه برداشت برای داعش. برای داعش تویتای خدمت شما عرض بکنم هایلوکس دوباکه زدن که تا تدمر که فاصله زیاده رو بتونه بره تو راوای نیسته. و دیوونه است اونا رو بذاره کنار، ما پول میخوایم به اینا بدیم، ما مشکلات اقتصادی خودمون موندیم. نه الان 15 سال آقا 1996 تا 2001 طالبان حاکم بوده تو افغانستان، بیارید ببینم چند تا حسینی رو خراب کرده، بیارید دیگه نشونم بدید. میگم با خونه رئیس طالبان حسینی شیعیان قندهار سه تا خونه فاصله بود، و بیارید من ببینم. بله ممکنه یه گوشه دیوونه یه کاری بکنه. آیه سال مثال خوبیه دوشون. الان تو جمهوری اسلامی توهین به مقدسات برادران اهل سنت ممنوعه. ممنوع که اگه یه منبری از این حرفا بزنه هیچ جا دعوتش نمیکنه. سپاه نامه میزنید دعوت نکنید فلان، دعوت صدا سیما روش ندید فلان 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 اینطور. درست شد؟ کار درستی هم هست. برادران و هموطنان بحث علمی داریم، شما همجوری من توهینی نمیکنم، حرفام میزنم، تاریخو میگم، اما قبل این اسما جنابم میگم، برای اینکه او برادر هموطن من محترمه براش، چون این برادر هموطنم برام محترمه من اینجوری حرف میزنم. اما این باعث میشه مثلا ماسمال کنیم بخش تاریخو،
بگذاریم از عقایدمون. ناخیر. اما الان نکته. حالا یه گوشه یه هیئتی یه فوشی میدن به مقدسات اهل سنت. درست شد؟ این سیاست جمهوری اسلامیه؟ چهار تا نفهم توی مثلا از این نیروهای کف میدون طالبان رفتن دو تا پرچم امام حسین کشیدن پایین. درسته؟ اون نفهم. چی شده؟ هیچی. طالبان فرداش رفته عذرخواهی کرده، خودش پرچما رو برده بالا، خطیبش نام رفته تو هیئت سخنرانی کرده. برای امام حسین. 15 سال الان سیاستشون اینه. چی 15 سال؟ میگم 1996 اون. بابا توسل قبول داره، شفاعت قبول داره. برخیشون قائل بر اینن که پیامبر جسم مطهرش در قبر سالمه و داره دنیا رو مدیریت میکنه. ممکنه اینا به سمت سلفی گری برن؟ بله. آمریکا بیکار نشسته. اسرائیل بیکار نشسته. باید مراقب بود. ممکنه شافعی تکفیری بشه؟ بله اونم ممکنه. داشتیم از کردها هم بودن پیوستن به داعش. اما میخوام چقدر چطور باید فکر میکنی؟ همینجا هم باید فکر بکنی. تو آینده ممکنه تو همین حکومت طالبان یه جای غلطی سر بزنی، یه کاری تو. بله ممکنه، همینجوری گفتم بزنی. یه هیئت اینجا فوشی بدن. بابا تلویزیون جمهوری اسلامی مبدا پخش زنده بود، یه چیزی گفت دیگه، یادتونه دیگه. طرف فیلم مال چند وقت پیش آوردن، میگن مدام میگم بیام مشهدم بگیریم، نمیدونم فلانم بگیریم. اینو طالبان ترور کرد، کشت. فیلمش الان دارم علامه هست. طالبان که ترور کرد تا موقعی که به درک واسه بشه بمیره، بردنش بیمارستان، بیمارستان اطلاعات افغانستان بردنش، بیمارستان امنیت افغانستان، بیمارستان اشرف غنی. بمبگذاری مکتب سید الشهدا کار کی بود؟ کار CIA و امنیت افغانستان. برای چی؟ برای اینکه میخواستن شیعیان رو بکشن برای خودشون سنگر درست کنن. پشت دیدی چجوری در رفت؟ سکانس عجیبیه. آمریکا آمدنش با هواپیما داره بمب میریزه، رفتنش داره آدم میریزه. اون سکانس باید ثبت بشه تو ذهن هر افغانستانی با غیرت، ولو سنی ولو لیبرال ولو هرچی. آمریکا اینه. آمریکا اینا بی شرفن. اینا تو همین ایران سگشون ارزش داشت به بعضی از ایرانی ها. تو همین مملکت خودمون تو فیش حقوقشون حق توحش بود. یعنی ما لای وحشی ها داریم زنیم کنن. ندیدی اکس ها رو موقع رفتن فرست کلاس اون جلو سگشون نشونده؟ ندیدید؟ عکساش نیومد؟ بعد اون بند بدبخت رو بال هواپیما آویزون شد. تازه همونم گفتم ما اینا آمریکا نمیبریم که این بخش بار رو هم بار زده بودن یه سری از این بدبختای آمریکایی پرستو بار زدن دیگه. تو بخش بار نشوندنشون رو هم بدبختا رو. گفتن اینا رو میبریم اوگاندا میبریم، کجا پیادهشون میکنیم بابا. اما اینا میرن آمریکا. یادتونه پدیده بود به اسم اشرار؟ یادتونه یا نه؟ تا مشهد میومدن ایرانی‌ها رو گروگان می‌گرفتن، افغانستانی‌ها بعضی‌هاشون. یادتونه چی شد؟ جمع شد. خدا بیامرز حاج قاسم. ای کاش می‌شد این سری چیزا رو گفت. خدا بیامرزش. که یه کاری کرد از اون ور مرز بسته شد. از اون ور بسته شد. مذاکره کننده حاج قاسم. نه این بچه قرتی‌ها. مذاکره حاج قاسم که از دشمن استراتژیک جمهوری اسلامی، دشمن خونیه، چی ساخت؟ شما به ندرت پیدا میکنید که خب اندیشه اینا رو شناخت، به ندرت پیدا میکنید که طالبان زیر ساخت خراب کنه، پل خراب کنه، سد خراب کنه، به ندرت. الا اینکه اصلا مرضای غیر سیستماتیک بوده یه گوشه. اصلا اینا میگن ما نمیخوایم خراب بکنیم. ببین به محض اینکه چیزی گرفتن آب و آزاد کردن بیاد، میگن اصلا حق همسایه است. اشرف غنی چه کوریایی میخوند؟ یا حق همسایه است یعنی چی؟ حق آبه است؟ حرامه؟ اینن ممکنه قاطی کنن تو آینده؟ 10 بار دارم میگم بله، باید فکری کرد. ممکنه تو آینده هر اتفاق بیفته، باید مدیریت کرد، باید دقت کرد. تا الان چندین ساله که متاسفانه برخی در همین مملکت ما حمایت میکردن از دولت تمام امریکاییه اشرف غنی، یونس قانونی، عبدالله عبدالله، اونم کیکی، اینا تفکراتشون امریکاییه. آمریکا هم که دیدی چیکار کرد. یعنی من دوست دارم، من باید باور کنید اون تصویر درست تحقیر ملیه. من اول خود ما ایرانی ها گفتم ناراحت نشید،
ما با هم یک کشور بودیم، ما با هم یک امتیم. ما با تاجیکا از نظر فرهنگی خیلی اشتراک داریم، با هزاره ها از نظر مذهبی خیلی اشتراک داریم. ما یک کشور بودیم، من 100 سال از هم جدا شدیم. 101 سال چقدر؟ من هیچ وقت خدا شاهد به افغانستانی بدیم مثلا کشور دیگه نگم. کمتر کسی هم از تو ایران به اندازه بنده برای افغانستانی صحبت کرده باشه. خیلی هم به بنده لطف دارن، خیلی خیلی تماس میگیرن، میبینمشون این طرف اون طرف، خیلی لطفن. اما واقعیت اینه جمهوری اسلامی ایران خون شیعیان افغانستان رو حفظ کرد. خیلی چیزا رو نمیشه باز کرد، فقط در همین حد بدونید و بدونید این ثمره آج قاسم. و اگر نه شیعیان افغانستان چند درصدن؟ سرشماری درست حسابی تو افغانستان نیست. برآوردهای سازمان ملل این طرف اون طرف هولوش 10-11% اعلام کردن. بین اولین نقطه‌ای که شیعه نشین درست حسابی یعنی باشه تا مرز ایران 300 کیلومتر فاصله است. یعنی نه عقبه استراتژیکی داره به ایران چسبیده باشن شیعیان. هزارستان یه منطقه کوهستانی داره، عزیزان افغانستانی حاضر در جمع و بعدن خانشه میدونن اصلا جایی داره که اصلا سقف آسمون نمیتونه ببینه انقدر کوه بلنده. خب وارد یک جنگی میشدن با پشتون ها، با طالبان پشتون هن دیگه. تهش چی بود؟ یک قتل عامه. حالا تو اصلا تو به ازای 10% قد 20% حضور داشتی میکشتی. امریکایی اینا میخواستن، اسرائیلی اینا میخواستن که فاطمیون جولانو ول کنن، بلندی جولانو بلندشن بگن افغانستان. بعد که دیگه میشد جنگ شیعه سنی. جنگ شیعه سنی که شد تمام اراضی لوباش یعنی تو ادلبن، تو ترکیه، تو هاتاین، اسکندرون جمع میکردن همه رو میریختن. مگه همین اردوغان 2000 نفر تو اخیرا آورد؟ 2000 نفر از اراضی لوباش جبهه نصره برداشت و افغانستان برای دفاع از دولت اشرف غنی. دولت اشرف غنی بود که مدارس اهل سنت افغانستان رو با پول سعودی ها استاد وهابی می آورد. برای چی؟ که اندیشه وهابی ها گسترش پیدا کنه، شیعه کشی را بندازن، بعدش هم شرق ایران بتازن بیان. مانع طبیعی وجود نداره شرق ایران. غرب کوههای بلند، پایین دریا، بالا کوههای بلند دریا، شرقمون تعطیله. همونجوری مواد مخدر میاد، تی ان تی میاد. متوجه شدید؟ فقط بدین بچه قرتی ها باید برن بوغ بزنن. نه حالا حالا ها باید بگذره بفهمید قاسم سلیمانی کی بود و چی کار کرد برای شیعیان. همچنین به حفظ خود مردم افغانستان جلوی بسیاری از جنگ ها و درگیری ها رو در افغانستان گرفت. مطلع خدمتون میگم. دلش میسوخت گفت این النصریه ها هم نفهمن. با توجیهشون کنی بابا تو مسلمونی داری چی کار میکنی؟ وهابیشون تکفیری وهابی سلفی میگفتش که اینم شاید بشه آگاهش کرد. افغانستانی که خودمونن، فاطمیون خودمونه، یکی این ما. این عزیز من حالا بیا بگی نه هرکه با امیت انتظایی، نه اینجا فلانی در مورد اینجوری گفته، اون چیزی ما داریم میبینیم همین. آقا اینا به شدت از داعشی ها بدشون میاد، به شدت از تکفیری ها بدشون. داعشی پیدا کنن کشتن. فقط تو یک مورد 2200 تا داعشی رو لبمرز ایران کشتن. 2200 تا داعشی رو کنار ترکیه با جنرال دوستم هماهنگ میکرد، اراضی لوباش داعش رو اردوغان میفرستاد این طرف، طالبان اینا رو میکشه. بله با ارتش افغانستان جنگیده، بد کاری کرده. میگم من قبول ندارم نباید مسلمان کشی باشه، اما گوش کن، میگفت چون این ارتش تحت نظر آمریکایی است. آیا این منکر جنایت های طالبانیم؟ خیر. الان طالبان خوبه یعنی اصلا تطهیرش میکنیم؟ خیر خیر. هنر سیاست یعنی همین که چیکار کنی خون شیعیان. سالها با هم جنگیدن، دعوا دارن از زمین شما بگیر، پشتونا درگیری اونجا، همین کوچی ها و اون قصه هاشون تا غیره. بحث زیاد راجع به طالبان مفصل، من گفتم یادم نباید حرف بزنه، مجبور میکنه آدم. این همه چیزی میگن مینویسن تو سخنرانی ها این طرف اون طرف، مردم رو نگران کردن. طرف داره تماس میگیره از خراسان ما که آقا اینا نریزن این تو، مثلا انگار زامبیا میخوان باشه. اما اینو بدونید، اینو بدونید امریکا و اسرائیل نقششون الان داره بنده میگم، یا
چند ساله دارم میگم انتقال تکفیری‌ها به شرق ایران. بهانه چی بود؟ همین جنگ. الان جالبه اینجا اینا گوش کنید. اینا خوبه. همین این نقشه‌شون به هم خورد دیگه. با تدبیر خوب شیعیان افغانستان و پیگیری‌های جمهوری اسلامی، نمیشه که جمهوری اسلامی فکر شیعه کشی تو افغانستان رابطه جمهوری اسلامی میتونه بی‌تفاوت باشه؟ مگه میشه؟ کار نداره. بعد خدمت شما عرض بکنم که چیکار کردن؟ الان پسر احمد شاه مسعود که انگلیس درس خونده، بنده خدا احمد مسعودو سرویس فرانسه پشتشه. براش شما آوردن دره پنجشیر. حالا ببینم این احمد شاه مسعود و پسرش از نظر مذهبی چی هن؟ حنفیان. حنفیان؟ آره احمد شاه مسعود سر ماجرای افشار چقدر شیعه کش؟ آقا ما اسلحه داده بودیم به اینا برن با شوروی مثلا اونجا بجنگن. میگرفتن همدیگه رو میزدن. خب اینا بوده. عرض کردم مسئله اصلا اونجا قومیت است، بعد مذهب. امریکای اسرائیل می‌خواستن مسئله اصلی اونجا مذهب. شیعیان قتل عام می‌شدن با 10% جمعیت جلوی میدونین که مقبولیت طالبان تو افغانستان بالای 60%ه. حتما بالای 60 کفش 60%ه. 60-70% مردم افغانستان طالبان میخوان. 60% میاد. بابا اصلا اکثریت جمعیتی هن پشتونا. دیدی این بی بی سی این دختره فیلم گرفته بود خیلی بانمکه. الکی دو شروع میگه وای طالبان اومدن، طالبان ملت میخندن. خب اومده که اومده مگه چیه؟ الان داره اخبار میسه آقا بردن از هر خونه گفتن از هر 4 تا دخترتون یه دونه باید بدید. منم 50,000 افغانی هم مابعضاش میدیم. اینا شرور راها. حداقل 20 موردش من چک کردم. خبر ما میدادن چک میگن چرت و پرت. بعد مراقب طالبان بود، همینجوری بعد مراقب خودمون باشیم. مراقب ولش کن سنی رو، ولش کن مراقب شیعه خودمون باید باشیم. مگر تو همین مملکت مجاهدین خلق شیعه بیرون نزدن؟ شیعه بودن اینا والله. چند اندازه مجاهدین خلق از ما کشته. وایسادیم نگاه کردیم سرکوبشون کردیم. الان متهمیم که چرا سرکوبشون کردیم. آی اعدام کردید اینا رو، آی فلان. 17,000 تا از مردمو کشتن. هنوزم تو خیلی از این اتفاقاتی که تو مملکت میفته اینا هستن، نقش دارن. شما کسی که اسلحه دست میاد وایسی بزنی نازش کنی، ناموس مردم به خطر بیفته. تدبیر شعور اسمش تو عالم سیاست. هیچ شاید افغانستان قتل عام میشدن. قتل عام. جمهوری اسلامی وارد یه جنگ بی خودی میشد، بهانه درست شده بود کلا دیگه. برو دیگه اون طرف باش دیگه. حالا میخواستن آدم بفرستن اونجا. کلی زامبی تو پاکستان آماده دارن بدونید که اونا تکفیری هن دیگه. کار کردن عربستان سعودی انقدر تو پاکستان خرج کرده عجیب غریب باور نکرده.